دوستان عزیز، سلام دوباره می کنم به شما. خوش اومدید به ویدیو بعدی. صفحه 107 هستیم هنوز، بعد از بفریستتر آبایز فرترانک میریم سراغ اون بفریستتر آبایز فرترانک. قرارداد کاری با زمان نامشخص، نامشخص که نه، قرارداد کاری موقت. Die Bewerber hoffen darauf, dass ihnen ein unbefristeter Arbeitsvertrag angeboten wird. اونایی که کاندیدای شغلی هستند، متقاضی کار هستند، به این امید هستند که بهشون یک دونه قرارداد کاری دائم داده بشه. ما میگیم Die Kandidaten wünschen sich eine Festanstellung. Ganz einfach und schlicht und einfach sagen wir, die Kandidaten wünschen sich eine Festanstellung. Machen du es daran? Sobet, ist der Kambeschein. Ja, Inke, die Bewerber erhoffen sich durch die gute Arbeitsmarktlage eine Dauereinstellung. Ohne ke motorose kar hasten, umide in rodaran. که به خاطر موقعیت خوب بازار کار بهشون یه دونه استخدام دائم بشن. داور اینشتلون، استخدام دائم. میرسیم به دی فولزایت شتله یا فولزایت شتله. دی الاینشتینده آرایتنیمر زند این در ریگل آف این فولزایت شتله انگویزن ام ایره لیمزونتحال زو فردینن. اونایی که کارگر و کارمند هستن و الاینشتیند هستن، تنها زندگی میکنند، به طور معمول احتیاج به یه دونه کار تمام مدت دارن. هلب سایت نه، تایل سایت نه، فول سایت. تایل سایت بعدش میادش که معنیش چی هستش. به یه دونه کار مثلا 8 ساعت یا 40 ساعت در هفته، 8 ساعت در روز، 35 ساعت در هفته احتیاج دارن. در آلمان بیشتر یا روزانه حساب میکنن، روزی 7 ساعت، روزی 8 ساعت، روزی 9 ساعت، روزی 10 ساعت، یا اینکه هفتگی حساب میکنن. احتساب ماهیانه ندارن. ماهی نمیدونم چند ساعت کار، من تا حالا نشیدم. هفتگی حساب میکنن. از فول سایت شده مثلا هفته 40 ساعت، 35 ساعت انگویزن ایرن لیبن اون تحل سو فردینن که بتونن درآمد، که بتونن زندگی خودشون تأمین بکنند. پیشنهاد ما اینه فیر الین فردینه از الین شتینده دیزین دیشتین الین یت زی فردینن الین فیر الین فردینه ایست این فول سایت شتله نتولیش زیر فرلوکند دا زی ایر لیبنس اونتحاد الینه و دا الین زیشر stellen müssen. برای کسی که تنها درآمد میاره، اون یکی الین شتیند هست، یعنی در زندگی تنها هستش. مجرد الین فردینت کسی هستش که ممکنه ازدواج کرده باشه، با زوجش باشه، ولی اون فقط پول در میاره. دریس الین فردینه و الین فردینرین. اینا به یه دونه شغل فول سایت واسه شون فلوکن هستش، وسوسه انگیز هستش، از اونجایی که باید خرج زندگی خودشون رو تنها در بیارن. زیکرش کلن باید یه کاری بکنن مطمئن باشن که خرج زندگیشون در میاد تنهایی. یا اینکه میگیم الان ارسینده موتر ویردن ویرچفتلیش بسر داشتین وین زی این فول سایت شتله بکومن. مادرهایی که تنها هستن، تنها بچه تربیت میکنن، یعنی داشتیم دیگه تو مباحث قبلی، اینها به نظر اقتصادی بهتر داشتین، بهتر آنجا می ایستن، نه بهتر در زندگی قرار می گیرن، بهتر در زندگی می ایستند. داشتین وین زی این فولزایت شتله بکنن، اگه یه دونه شغل تمام مدت یعنی 8 ساعته بکن دریافت کنه. بعدش داریم تایل سایت شتله یا تایل سایت آربایت. تایل سایت شتله این شتله منظور همین شغل هستش دیگه.
ältere Menschen haben in einigen Unternehmen die Möglichkeit, in den Jahren vor der Rente eine Teilzeitstelle zu erhalten, wenn sie es möchten. Kormandای معذرت میخوام. کسایی که سنشون بالا هستش، یعنی نزدیکای رنتر، نزدیکای بازنشستگی هستن، امکان اینو دارن، براشون وجود داره که در سالهای قبل از رنته خودشون یه دونه شغلشون رو به صورت تایل سایت انجام بدن، اگه میل به اون دارن. حالا چی هستش جریان الان توضیح میدم، اینو فعلا اینجوری تایل سایت رو داشته باشیم که چون که زیادم درست نیستش. اینو حالا بریم اینجا ببینیم چی هستش. Ältere Mitarbeiter in manchen Unternehmen haben die Chance, von Altersteilzeit Gebrauch zu machen, bevor sie in ordentliche Rente gehen. خب اینجا به جای تایلزایتشتله اگه میگفت Alters Teilzeit، این درستر بود. چون که این یک مدلی هستش، حالا تایلزایتشتله، ما بهش میگن Alters Teilzeit. این یه سیستم یا مدلی هستش برای کسانی که سنشو بالا هست، مثلا 4 سال مونده به بازنشستگیشون، 6 سال مونده به بازنشستگیشون برفرض، اینا میتونن 3 سالو به طور معمولی کار بکنن، فول سایت کار بکنن، یعنی مثلا برفرض روزی 8 ساعتشون رو کار بکنن، ولی حقوقی که بهشون داده میشه نصف حقوق بهشون 3 سال داده میشه. 3 سال بعد و قبل از اینکه برن به بازنشستگی، 3 سال بعد و میرن توی خونهشون میشینن و حقوق 50% دیگر رو میگیرن. یعنی واسه شرکت فرقی نداره، شرکت میگه من 6 سال به تو باید حقوق بدم، 6 سال و 3 سال اول بهت نصف میدم، 3 سال دوم هم بهت نصف دیگر رو میدم، فقط 3 سال دوم برو بشین خونه، من میخوام یکی دیگر رو استخدام بکنم فلان و این حرفا. اینه بهش میگن Alter Teilzeit، اونم یه دونه موتور تایل سایت هستش، ولی برای اونایی که سنشون نزدیک بازنشستگی هستش. Okay, also in Modell heißt es, die Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit ist auch für die Arbeitnehmer mit Kleinkindern interessant. In که آدم به صورت Teilzeit شاغل بشه، در زمانی که پدر مادرها تو اون Elternzeit هستن، داشتیم تو ویدیوهای قبلی داشتیم، برای کارمندا یا کارگرایی که بچه های کوچیک دارن، واسه شون چی هستش؟ جالب، اینترستانت هستش. ببینم این پایین چیزی نوشته بودم؟ نه، چی نوشته بودم دیگه، ادامه نداره. اوکی دوستان، این تا اینجاست، بعدش میریم صفحه 108. تا اون موقع منم یه پاوزه بکنم، صدام برگرده سر جاش، خیلی خشخش کرد صدای من این دفعه. اوکی، مواظب خودتون باشین، به زودی هم دیگر میبینیم.